بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بینندگان عزیز، من عمار حسینی با خبر شبانگاهی از استودیوی خبر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا در خدمت شما بینندگان محترم هستم. با هم بپردازیم به سرخط خبرهای امشب. داعش مسئولیت انفجار در بلوچستان پاکستان را بر عهده گرفت. مراسم میلاد پیامبر خدا میراثی جاودان در جهان اسلام علی‌رغم واکنش‌های منفی گروه‌های سلفی. و هشدار دبیرکل سازمان ملل: هوش مصنوعی تهدیدی برای دموکراسی و همزمان دارای مزایای مفید. وقت شما بخیر. گروه سنی‌های تندروی داعش مسئولیت انفجار بمبی را که در روزهای پایانی هفته گذشته در بلوچستان پاکستان رخ داد و به کشته شدن دو افسر پلیس منجر شد بر عهده گرفت. این حادثه در شهر کوچلا که نزدیک کویت مرکز استان بلوچستان به وقوع پیوست. به گفته مقام‌های محلی در این انفجار که در روز شنبه رخ داد، دو افسر پلیس جان باخته و دو نفر دیگر زخمی شدند. گروه سنی‌های تندروی داعش در بیانیه اعلام کرد که این حمله با هدف قرار دادن یک خودروی پلیس انجام شده است. تحلیلگران امنیتی بر این باورند که افزایش خشونت‌ها در بلوچستان نشان دهنده هماهنگی بیشتر بین گروه‌های تندروی سنی و جدایی طلبان است. این گروه‌ها سال‌هاست که نیروهای امنیتی و غیر نظامیان را هدف قرار می‌دهند. تحلیلگران هشدار می‌دهند که همکاری بین گروه سنی‌های تندروی داعش و گروه‌های جدایی طلب مانند ارتش آزادی بخش بلوچستان می‌تواند اوضاع امنیتی در پاکستان را پیچیده‌تر کند و تهدیدی جدی برای ثبات و امنیت این کشور محسوب شود. بلوچستان، استان نفت خیز پاکستان، از سالها پیش شاهد ناآرامی‌ها و درگیری‌های مسلحانه بوده است. جدایی طلبان پاکستان خواستار استقلال از دولت مرکزی پاکستان هستند و در این راستا حملات متعددی را علیه نیروهای امنیتی انجام دادند. آقای افضل رضا، کارشناس امور هند، پاکستان و افغانستان، از اسلام آباد پیرامون این گزارش با ما همراه هستند. آقای افضل رضا، سلام و عرض ادب. بنده نیست فرض میکنم خدمت شما، همکار گرامی و همچنین بینندگان محترم شبکه امام حسین. آقای افضل رضا، خبر مربوط به مسئولیت انفجار در بلوچستان پاکستان را که داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت شنیدیم. لطفاً تحلیل شما را در این زمینه بشنویم. بله، متاسفانه هرچند دستگاه های امنیتی پاکستان مدعی هستند که هیچ رد پایی از این گروه تروریستی و سنی تندروی داعش در بلوچستان به ویژه دیده نمیشه و این ادعاها در بسیار مواقع از دستگاه های امنیتی و مقامات نظامی پاکستان اکرار شد، ما همچنان شاهد تداوم این عملات و این همچنین همزمان با افزایش یورش های جدایی طلبان و تجزیه طلبان علیه نظام پاکستان هستیم. چندی پیش نیست گروه سنی داعش مسئولیت چند فقره حمله رو در ایالات خیبر پختونخوا در مجاورت کشور افغانستان برگرفت و آقای منطقه از قند شوری زده بلوچستان از این نگرانی رو بین نظام امنیتی افزایش ده که احیان منطقه بلوچستان اوهاوی جولان داعش تبدیل شد و حالت سردرگم نیروهای امنیتی پاکستان با اینکه چه با این پدیده های نیروهای ضد تجزیه طلبان بلوچ و چه سنی های تندروی داعش برخورد بدن.
به مقررات تاکید شده که این حملات فسایش هم قرار بشه به ادعای این گروه های تروریستی. همچنین نگرانی در خصوص اثرات این حملات با توجه به اینکه چین ها در ایالات بسان به شدت نگران هدف گرفتن خودشون و پروژه های مثلا این باید که تنبوری برای دستگاه امنیتی پاکستان که با چین بدون هیچ مناشت برخورد بشه به این صورت باید از قبل خوشون آزده مثلا میتونه بیشتر تشدید بشه. ممنونم. با تشکر از افضل رضا، کارشناس امور هند، پاکستان و افغانستان از اسلام آباد که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند. بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. مجتمع حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در شهر کابل افغانستان اقدام به برگزاری آزمون برای بانوان طلبه در این مجتمع نمود. مجتمع حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که از مراکز مرتبط با دفتر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی در شهر کابل در کشور افغانستان می باشد، امتحانات ترم اول سال 1403 را برگزار می کند. لازم به ذکر است این امتحانات در دو بخش حوزه علمیه و دارالقرآن این مجتمع و با شرکت بیش از 200 بانوی طلبه و 400 قرآن آموز برگزار می شود. برگزاری این امتحانات از روز 24 شهریور سال جاری آغاز شده است و به مدت 3 روز ادامه می یابد. با حمایت رسانه‌ای مرکز مطالعات راهبردی نجف اشرف و اتحادیه شبکه‌ها و رادیوهای ماهواره‌ای شیعه، المپیاد ملی روباتیک در نجف اشرف برگزار شد. شنیده ذکر است مسابقات المپیاد ملی روباتیک زیر نظر انجمن مهندسان عراق شعبه نجف اشرف در این استان برگزار شد. لازم به ذکر است این مسابقات با حضور و مشارکت تیم‌های از 10 استان عراق و همچنین حمایت رسانه‌ای مرکز مطالعات راهبردی نجف اشرف و اتحادیه شبکه‌ها و رادیوهای ماهواره‌ای شیعه که از مراکز وابسته به دفتر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی میباشد برگزار گردیده است. مسجد و مرکز اسلامی الفرقان در گلاسکوی اسکاتلند تور بازدید از مسجد را برای آشنایی غیر مسلمانان با فرهنگ اسلامی برگزار می کند. قابل ذکر است تور بازدید از مسجد معروف گلاسکو در روزهای 28 و 29 سپتامبر 2024، 24 و 25 ماه مهر برگزار می شود. در همین راستا مسجد گلاسکو در بیانیه ضمن دعوت از همه اقشار جامعه با هر دین و مذهب و پیشینه‌ای گفت که این تور فرصت مناسبی را برای ایجاد پیوند و انسجام و تقویت روح وحدت در جامعه به وجود می آورد. متولیان این مسجد همچنین نمایشگاهی را درباره ارتباط تاریخی اسلام و اسکاتلند برگزار خواهند کرد. گزارش ها از ایران حاکی است که مقام های این کشور ثبت نام کودکان افغانستانی در مدارس برخی از شهرها را ممنوع کرده اند. مدارس در استان های کرمان، شیراز و کهگیلویه و بویراحمد از ثبت نام کودکان افغانی خودداری می کنند. استاندار کرمان هشدار داده که هیچ کس حق ندارد پناهجویان بدون مدرک را ثبت نام کند. این در حالی است که اخیراً برخی از بیمهری ها نسبت به مهاجران افغانستانی در ایران افزایش یافته است. کمیته حقوقی پارلمان گرجستان پیشنویس قانون حمایت از ارزش های خانوادگی و کودکان را به تصویب رساند. گفتنی است پیشنویس این قانون چندین حوزه کلیدی از جمله ازدواج، فرزند خواندگی و مراقبت از کودکان زیر سن قانونی را شامل می گردد. شنیده ذکر است علاوه بر موارد اشاره شده، این بسته قانونی روز 17 می را به عنوان روز احترام به قداست خانواده و احترام به والدین
تعیین کرده است. بر اساس برآورد یک مؤسسه تحقیقاتی آمریکایی، بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ در نوار غزه 80 میلیارد دلار هزینه دارد. بنابر مطالعه صورت گرفته توسط مؤسسه پژوهشی رند که دفتر آن در کالیفرنیا است، بازسازی نوار غزه بیش از 80 میلیارد دلار هزینه دارد و تنها آواربرداری بیش از 700 میلیون دلار هزینه دارد. دفتر اطلاع رسانی دولتی غزه همچنین نسبت به وقوع یک فاجعه انسانی که با فرارسیدن فصل سرما 2 میلیون آواره فلسطینی در مناطق مختلف نوار غزه با آن مواجه می شوند هشدار داده است. به ازای هر یک نفری که در اتریش زندگی می کند 3.6 نفر گردشگر وجود دارد. اتریش پرجمعیت ترین مقصد گردشگری جهان نام گرفته است. این نامگذاری پس از آن صورت گرفت که مشخص شد اتریش به ازای هر شهروند ساکن این کشور پذیرای تقریباً 4 گردشگر است. شایان ذکر است اتریش حدود فقط 9 میلیون نفر جمعیت دارد، اما این کشور سالانه پذیرای 32 میلیون بازدید کننده بین المللی است. بیشتر این گردشگران در وین، پایتخت اتریش، متمرکزند. سی درصد از تولید نفت آمریکا و 41% تولید گاز این کشور در خلیج مکزیک به دلیل طوفان فرانسین که از سه‌شنبه گذشته این منطقه را درنوردید و خسارات زیادی به بار آورد متوقف شده است. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از الجزیره، تأسیسات انرژی در امتداد ساحل خلیج آمریکا از سه‌شنبه گذشته کاهش فعالیت خود را آغاز کردند و برخی از سایت‌های تولیدی همزمان عبور طوفان از منطقه تخلیه شدند. این دفتر افزود طوفان باعث توقف تولید بیش از 522,000 بشکه نفت در روز و 755 میلیون فوت مکعب گاز طبیعی شد. استفان مازی، دانشمند استرالیایی، میگوید که آزمایش پچ DERMR چند ثانیه طول میکشد و میتواند جان هزاران نفر را نجات دهد. گفتنیست این آزمایش روزی میتواند جایگزینی برای آزمایش بیوپسی باشد که رایج‌ترین روش برای تشخیص سرطان پوست است. لازم به ذکر است کل فرایند این آزمایش کمتر از 1 دقیقه طول میکشد. به گفته یه محققان نتایج نهایی این تست جدید هنوز کاملا مشخص نشده، ولی نتایج اولیه آن بسیار امیدوار کننده به نظر میرسد. نتایج مطالعه جدید نشان داده است که نوعی درمان رادیواکتیو میتواند به طور چشمگیری نتایج درمان سرطان پروستات را در همانند مراحل اولیه ارتقا بخشد. این کشف امیدهای تازه‌ای را برای بیماری یا بیماران مبتلا به این بیماری ایجاد نموده است. درمان فوق که به LUPSMA معروف شده، قبلا در آزمایش‌های بالینی نشان داده بود که در بیماران مبتلا به سرطان پروستات با متاستاز پیشرفته که تمام گزینه‌های درمانی دیگر را تمام کرده اند، باعث افزایش طول عمر و بهبود کیفیت زندگی می شود. با توجه به نتایج امیدوارکننده این مطالعه، انتظار می رود که این درمان به زودی به عنوان یکی از استانداردهای درمان سرطان پروستات در سراسر جهان مورد استفاده قرار گیرد. البته همچنان به تحقیقات بیشتری برای بهبود این درمان و گسترش کاربردهای آن نیاز است.
مراسم جشن میلاد پیامبر اکرم نمادی از ابراز ارادت مسلمانان به رسول خداست که در طول تاریخ به عنوان یکی از بزرگترین مناسبت‌های دینی توسط پیروان مذاهب مختلف اسلامی برگزار شده است. این مراسم در ماه ربیع الاول سال روز ولادت پیامبر خاتم حضرت محمد صلی الله علیه و آله از هند تا خاورمیانه، آفریقا و حتی اسپانیا گسترش یافته است. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. گزارشی جامع در روزنامه هندوستان تایمز بیانگر این واقعیت است که جشن میلاد پیامبر اکرم در طول تاریخ و در جوامع مختلف اسلامی با تفاوت‌های چشمگیری برگزار شده است. در این گزارش آمده که سلسله شیعه فاطمی اولین کسانی بودند که به صورت رسمی به برگزاری جشن میلاد پیامبر پرداختند و این جشن به مرور زمان در سراسر مصر و سپس در کشورهای دیگر اسلامی گسترش یافت. در این مراسم علاوه بر نماز و تلاوت قرآن، سخنرانی، اطعام نیازمندان و برگزاری جشن‌های مردمی نیز رواج داشته است. این مراسم در مصر و سپس در کشورهای دیگری مانند سوریه، مراکش، ترکیه و اسپانیا نیز برگزار شد و مسلمانان در این مناطق به اشکال مختلف آن را گرامی داشتند. در برخی از این مناطق تحت تأثیر آیین‌های صوفی این مراسم به شکل گسترده‌تری برگزار می‌شد و شامل قربانی کردن حیوانات، نورافشانی‌های شبانه و آذین‌بندی‌های فراوان می‌گردید. با این حال در طول تاریخ برخی از گروه‌های سلفی مانند وهابیت با برگزاری جشن میلاد پیامبر مخالفت کرده و آن را بدعتی ناروا دانستند. به باور غلط آنان جشن‌های مذهبی باید تنها به عید فطر و عید قربان محدود شوند و جشن میلاد پیامبر را یک بدعت در دین تلقی می‌کنند. این اختلاف نظرها باعث شده است که در برخی از جوامع اسلامی جشن میلاد پیامبر با محدودیت‌هایی مواجه شود. اما علی‌رغم مخالفت‌های این گروه‌های سلفی و منحرف، مراسم میلاد پیامبر همچنان در میان مسلمانان جهان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در هر گوشه‌ای از جهان اسلام به شیوه‌های مختلف برگزار می‌شود. این مراسم فرصتی برای تأمل و یادآوری محبت و احترام عمیق به رسول خداست که همواره در قلب و روح مسلمانان جای دارد. با وجود تلاش‌هایی که برخی جریان‌های فکری برای ایجاد تفرقه در صفوف مسلمانان انجام می‌دهند، ارادت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همچنان به عنوان محور اصلی مسلمانان باقی مانده و جشن میلاد آن حضرت فرصتی برای تعمیق این محور معنوی است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل هشدار داد که هوش مصنوعی اگر به درستی مدیریت نشود می تواند با انتشار اطلاعات نادرست و دامن زدن به نفرت دموکراسی ها را تضعیف کند. از سوی دیگر او بر پتانسیل هوش مصنوعی برای تقویت مشارکت عمومی، افزایش برابری و بهبود حکمرانی تاکید کرد. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش هشدار داد که استفاده نامحدود از هوش مصنوعی ممکن است به بی‌ثباتی نظام‌های دموکراتیک منجر شود. او اعلام کرد که این فناوری می‌تواند از طریق انتشار اطلاعات غلط، تحریف نفرت پراکنی و تحریف افکار عمومی با ابزارهایی همچون فیک نیوزها دموکراسی را تهدید کند. به ویژه در سال جاری که بیش از 50 کشور جهان یعنی نیمی از جمعیت جهان درگیر انتخابات هستند، این خطرات به شکل جدی‌تری مطرح شده است. گوترش در پیامی به مناسبت روز بین‌المللی دموکراسی تاکید کرد که حفظ آزادی بیان، حقوق مدنی و حاکمیت قانون به همراه تضمین نهادهای پاسخگو و حفاظت از حقوق بشر اهمیت ویژه‌ای دارد. او در ادامه افزود این حقوق و ارزش‌ها در سراسر جهان تحت حمله قرار گرفته،
آزادی ها کاهش یافته، فضاهای مدنی محدودتر شده و فضای دو قطبی و بی‌اعتمادی در حال افزایش است. با این حال او اشاره کرد که هوش مصنوعی می تواند به تقویت نظام های دموکراتیک کمک کند. گوترش تاکید کرد که این فناوری قادر است مشارکت عمومی فعالتر، ترویج برابری و توسعه انسانی را بهبود ببخشد. به گفته گوترش، هوش مصنوعی می تواند فرایندهای دموکراتیک را آموزش دهد و فضاهای مدنی فراگیرتری ایجاد کند که در آن مردم در تصمیم گیری ها نقش داشته باشند و مسئولان را پاسخگو بدانند. دبیر کل سازمان ملل همچنین گزارش اخیر هیئت مشورتی سطح بالا در مورد هوش مصنوعی را یادآور شد که راهکارهایی برای بهره برداری از مزایای هوش مصنوعی و کاهش خطرات آن ارائه کرده است. او تاکید کرد هوش مصنوعی باید به صورت عادلانه و ایمن در خدمت بشریت قرار گیرد. این هشدار به ویژه در شرایطی که فضای جهانی دموکراسی با چالش‌های متعددی روبرو است اهمیت بیشتری می‌یابد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. داعش مسئولیت انفجار در بلوچستان پاکستان را بر عهده گرفت. مراسم میلاد پیامبر خدا میراثی جاودان در جهان اسلام علی‌رغم واکنش‌های منفی گروه‌های سلفی. و هشدار دبیرکل سازمان ملل، هوش مصنوعی تهدیدی برای دموکراسی و همزمان دارای مزایای مفید. عزیزان بیننده، از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید سپاسگزاریم. شب خوش، خدایا رو نگهدارتون.